میکن در هر زمان که تان بیکار بینه فیل ورزش میکن فوتبال میکن بیزنس که نرمی جاشه بیزنس که گرم باشه فوتبال شروع میکن بعد من وقت تکلیف پرش تیت خنات های غزو فیل تد پای بعد فیزاتر رفتم امارای جلسه کرد امارای دیت تحت روی امارای دون که گفتگاه چیز نه فوتبال بازی نکنی بعد فوتبال نیست سر کم سابق رو فرق زیاد نیست برای سوگونه گرمش میکن نرمش میکن بعد با فوتبال بازی میکنم فامیل چه نگران هستن نه یک سر چیز میکنن تایید نه که فوتبال زیاد بازی نکن که با ساعت نقص میکنه مادر شاق قلق تدارم نمیشه که ترک کنم از ورزش MRI یا Magnetic Resonance Imaging یکی از روش های پیشرفته تصویر برداری پزشکی است. امواج مورد استفاده در سونوگرافی از جنس امواج رادیویی و مغناطیسی هستند که ضرری برای بدن ندارند. این روش تصویر برداری دردناک نیست. در این روش تصویر برداری ابتدا بیمار در یک میدان مغناطیسی قوی قرار گرفته و سپس امواج رادیویی به سوی او تابیده می شود. بافت های بدن در جواب به این موقعیت امواج رادیویی دیگر را از خود ساطع می کنند. بدون نرمش واردش کرده بود از جان واردش کارهایی که یکم استقلاب برای زانوی مریض وارد شده بود در اثر ارزو یکم نظر اوزایما یا پرندگی در خود مفصل با وجود آمده و یک تغییرات در خود لیگامنت یا سافت تیشو یا انساج رخوی خود مفصل زانو با وجود آمده بود که تغییرات این سبب التهاب شده بود نرد مریض درد وجود آمده بود. ورزش برای صحت بسیار مفید است، اما اگر درست ورزش نکنیم میتونه برای بدن ما بسیار زیاد مضر باشه. محمد ناصر رحیمی و دکتر صاحب خالد احمد انصاری در استودیو هستن. خوش آمدین و دکتر صاحب شما میشه به ما ابتدا امارای تعریف کنیم. بعد از عرض سلام خدمت شما و بیننده های عزیز، مختصر میشه در باره امارای بگویم که امارای خودش سی حرفی است، مخفف است، مگنتیک رزونانس ایمیجینگ. و این مفهوم که تصویر برداری میکنن با استفاده از اهتزازات مغناطیسی و از جمله خوبی هایش ای است که در اینجا هیچ نوع استفاده از شعاع اکس که برای بدن انسان مضر میباشه صورت نمی گیره. یعنی هیچ شعاع اکس استفاده نمیشه؟ نه خیلی، کاملا معاینه جداگانه است. بسیار خوب دکتر صاحب، در گزارش این بسیار جدی معلوم میشه، این معاینه برعکس خصوص من بود. نه خیلی. دکتر صاحب، میخوام در مورد ماساژن از شما بپرسیم. وقتی ماساژن ابتدا با شما مراجعه کردن شخص بود و بعد دیگه ورزشکارایی که مخصوصا نرمش نمیکنن اینا بازی میکنن، چی توصیه تان است؟ برای ناصر جان و باقی مانده ورزشکارای ما توصیه ما همی است که باید ورزش را در به اساسات علمیش اجرا کنه. خاطر از اینکه هر زمانی که اگر ورزش درست اجرا نمیشه امکان داره برای بدن انسان بعد نواقصی به وجود بیاره که او با آسانی حتی ضرورت با آسانی قابل ترمیم نمیباشه و حتی ضرورت به معاینات و پیشرفته و حتی تداوی جدید رو ضرورت پیدا میکنه. درست. خب ناصر جان چقدر خوب است؟ حال صحتت خوب هستی؟ مالیه بارد سنه خمت این دوان از ایتی بودم فیلان که بعضی که معنی تا چیز امغرای تطبیق خیلی تقریبا 50% تاور تو پیش هفته و 50% راحت هستم، میتونم سر به راحتی ورزش خیلی دامه بودم و قد مشکل جدی موجی نیستم. بعد از یه اتمن فکر چه میگی؟ بله. خب دکتر صاحب، در افغانستان امارای چقدر مورد استفاده قرار میگیره؟ مردم چقدر آشنایی دارن و بیشتر برای چه قسم مریضا توسعه میشه امارای؟ امارای بعد از اینکه در سال 2008 به افغانستان رسید و اولین دستگاهش انستال شد، آهسته آهسته ترویجش در بین مریض دارا و دکتر صاحبا آهسته موارد استعمالش زیادتر شده. بیارد موارد استعمالش افراده بیشتر شده و امارای معاینه بسیار خوب و حساس است، چون کنترست نسجی یا تفاوت بین انساج مختلف بدن بسیار به خوبی میتونه که نشان بده. بزین داشتن هیچ نوع ضرری به خاطر مورد استعمال در تمام قسمت های وجود باید شمول دماغ، نخا و عضلات و مفاصل بسیار مورد استعمال زیاد داره. بسیار خوب. بیشتر چین ها مریض که به شما مراجعه میکنن شما برشون امارای توصیه میکنید؟ مریضایی که به خاطر اجرای امارای مراجعه میکنن زیادترشان کسایی هستن که دردهای مفاصل و کمردردی ها در مجبور شاکی میباشن، شمول زانو، مفاصل، شانه و خیلی.
بسیار خوب. و با عنوان آخرین سوال میخوام اینو بپرسم دکتر صاحب که میشه کلی در سطح جهان بگین که امارای چقدر مورد استفاده قرار گرفته و چی وقت در سطح جهان روی کار اومدین؟ امارای بله در سال 1977 در انگلستان توسط یک فیزیکدان انگلیسی اختراع شد و خود این فیزیکدان برنده جایزه نوبل بود به خاطر دیگه فوق‌العاده فیزیک مغلق و پیچیده داشته. بعد از او فوراً با پیشرفت دیگر علم و تکنولوژی امارای هم بسیار به سرعت پیشرفت کرد و فعلاً در مورد استعمالش در تمام دنیا فوق‌العاده زیاد است. تشکر بسیار زیاد تا فیسه و زیکی تشریف بردیم به برنامه و همچنان نصر جان شما همچنان انتظار تماس های شما رو داریم، البته انتظار پیام های سیبو قشنگتان رو داریم و 456 میتونین تماس بگیریم کلید 1628 فشار بتین و با ما پیام هایتان رو شریک بسازیم و اگر میخواییم در برنامه داستان والدی شما رو دعوت کنیم همچنان میتونین با همی شما رو تماس بگیریم و 456 تا برنامه بعد خدا نگهدار.